چند ماه پیش بود که سیامک و فرامرز از زندان آزاد شده بودن و یه جبه شیرنی اومدن خونه، دست منو ماچ کردن، عذرخواهی کردن، گفتن ما رو ببخش، ما دیگه عوض شدی، دیگه اذیت نمی کنی. اما من باور نکردم. از فردا دیدم نماز میخونن، قرآن میخونن، حتی معلم قرآن گرفته بودن. من رفتم پایگاهی بسری. مامان جان، مامان جان آروم باش. مامان یادم وقتی آبجی پایین فوت کرد و مجبور شدیم سیامک رو بیاری پیش آبجی نسرین، از همون ساعت اول با فرامرز لجبازی کردن و این سگ و گربه تو سری کله هم میزدن تا مجبور شدیم سیامک رو بدیم بره. ولی به محضه ای که این دوتا بچه از هم جدا شدن شروع کردن به دلتنگی برای همدی. وقتی برگشت شدن مثل رود و دوتا چه. دایی جون خیلی ممنون، آروم شد، دست شما درد نکنه. مادر جان من دو هفته مرخصی گرفتم، خودم میافتم دنبال کار بچه ها. نه بهرام جان، تو نمیخواد بری، داوود خودش میره، تو از کار خودتو بیکار نکن. دیگه چرا دایی از کار زندگی بیفته؟ من که مرخصی گرفتم. کنار آقا جون خاکشون میکنی. آره فکر خوبی. دیدین چه خوب شد چهار تا قبل خریدیم. نو بدن مادونا. آره میذارم سیامک، آره میذارم فرامرز. این چه زدم؟ نرین چهار تا چهار تا قبل پیش خرید کنید. بفرمایید دو تاش پر شد. اون یکی شه مال منه دیگه داداش. خدا نکنه آبجی، خودم میرم توش میکنم. نه داداش، اون یکی مال خودمه، من خودم میخوام پیش بچه هم بخورم. ای بابا باز خواهر برادر شروع کردن. من میگم تا آزمایش دی ان ای ندی هیچی مشخص نیست. شما نشستین قبر تسلیم میکنی؟ آقا بهرام قبول کنید، ما قبول کردیم، شهید شدن. دو هفته انتظار کشیدم بی خودی آقا بهرام. انگار این دو هفته هم یه حکمتی توش بود که من به کارهای مراسم بچه هم برسم. دایی جان، دایی جان من گفتم مامان یه ذره آرومش کن، یه سیلی آروم بشه یه ذره. آبجی من یادم زمان جنگ برای یه نفر مراسم خط میگرفتن، تشییع جنازه میگرفتن، سالگرد میگرفتن، بعد بر میگشت مشخص میشدش که اینو موج انفجار گرفته، توی آسایشگاه روانی بستری بوده. انقدر از اینا پیش اومده. تو اون تام داری بر من داستان سرایی میکنی که من دلم خوش باشه. محصا بهم بود با سرنگ شنیده. راست میگه بهرام جان. بله منم شنیدم. آره مامان جان دایی راست میگه، من خودم اصلا شنیدم فراموشیشون انقدر طول میکشه بعد از 10-15 سال ممکنه برگردن خونه. شنیدی که شما آقا برام؟ نه خیر نشنیدم، همون یه دونه که شنیدن کافیه. دایی جان پاشو برو از اتاقت یه دون از این هندونه دوب دوبیا بیار، فضا عوض شه. هندونه؟ بله. نداریم که، نداریم که. باشه فضای سرت میگیرم یا فرنگ نمیخواد به سوز میگیرم و رفت میخواد. خوال من فقط میگیرم از حد فقط خواستم فضای شما عوض بشه. بگیرم هندونه، بگیرم هندونه، آقا برم هندونه. خیلی فضا عوض شد.
چقدر بعد تو دور خودم پیشیدم سردم باز گرفتی خوابیدی؟ نه دارم اونهای که خوابیدم در میام خوابیدم. بابا تو چه دیدی داری؟ تو این موقعیت گرفتی خوابیدی؟ خب بقیه هم نگو من بقیه هم خوابیدم. تو چی کار به بقیه داری؟ مولا یه کاری بکن، یه راهی، یه چایی. آروم باش بخوابیم. من هم دارم راه میگم بخوابیم. بخوابیم شو بخوابیم. بلنشی بیا اینجا بگیری بخوابی. آقای قرار نکو، قرار ما این بود که بیان سوریه شد با موفقیت. الان من نمیدونم مشکل تو چی، حالا یه گیری کردیم لودیه یه حکمت توش بوده، فردا بقیهش انجام میدم. یه کار نداره بقیه. آقا یه کار نداره چه انجامش نمیدی؟ چون خوابم میان من رو خوابم حساس نماشه بگیر. خواست 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 من سفشه را سابه دید. ببین بچه های فاطمی اون شهرک را رسد کردن، الان دارش کم تعداده. من یونس با یه گروه میریم غرب شهرک، تو هم یه گروه بچه ها را برمیریم شرق شهرک. اونجا منتظر میمونیم تا من اعلام کنم یه تک بهشون بزنیم. چشم باشه 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 شما. آقا ما همین کجا؟ همون زی که داشتی بشم. چی میگفتم؟ من شدیدم چی گفتیم، میخوام منم به دایش یک تک بود. بخوام باش مرتزم دار خودم را با خودتو باشید. آیا تعارف زدن؟ آقا تعارف تو بیجا کردی، تعارف زدی تو غلط کردی. باید این قبول میکرد؟ نمیکرد. الان یه کاری باید بکنیم، بگیم بخوابیم اول صبح بیداشیم بریم کجا؟ کجا؟ شهرک غرب. شهرک غرب؟ آره داشت بگفتش غرب شهرک، گفت غرب شهرک. حالا چه فرقی داره؟ خیلی فرق میکنه اینا. ما باید بلندشیم بریم اونجا. برای چی؟ آقا اینا قراره هم شب برن اونجا تا اشیاره بزنن. فردا اونجا پاکسازی شده، من تو میریم دنبال چی؟ دنبال چی؟ پالت دلار. آها پالت دلار بخواد دیگه. بخواد جان باز چی شده؟ او به صفرک بخوابه دیگه، یک ساعت داری سوال علکی میکنی ازش. آقا برام، آقا برام. بله دایی کارته؟ بله. ببینم راسته اینی که اینا دوباره برگردن بعد یه سال؟ بله احتمالش هست. یا مثلا اینی که در سر حملات و این حرف و موجه به جای اینا رو گرفته باشه و دیوونه شده باشن، یعنی دیوونه تر شده باشن؟ بله احتمال اونم هست. دیگه احتمال چی هست برام جان؟ مثلا بگو دایی جان. روی احتمالات که نمیشه کاری کرد. فردا باید بریم پزشکی قانونی آزمایش دی ان ای بدیم. شما باید بیایی. آزمایش چی؟ آزمایش خون با آمپول؟ نه وای میسم خون دماغ باشی بدن ازتون. خب با آمپول دیگه دایی جان چه سوالی میگه؟ چون دارم تو خودتو نندازی بسه هر دارم. برادر که عقل نداره شما بهش بگو. اینجور موقع مگه نباید پدر مادر بستگانه درجه یک برن؟ دایی چی کاره این ماجراست؟ اصلا شما مگه نشیدی از قدیم یه بچه حلزاده به داییش میره؟ بایستی میدونستن دیگه بایی نمیگفتن به عمش میره، به عموش میره. این آدم نمیشه. آقا جان اصلا من فردا مهسا رو میبرم اونجا، شما هم نمیخواد بیای. مرسی بس آدم. چه دیوه به خودم بود چه خودم بود سوشم.
سلام ماما، قبول باشه. سلام مادر، قبول حرف. مادر جان برو بچه ها رو بیدار کن، بابو نمازشون رو بخونم. بیدارم مادر. برو سر نماز بچه ها رو هم دعا کنم. بله چشم. جان نکن مامو، من میخوام بخونم. خیلی خوب. کجا میخوای بریم وقت صبح؟ خوام برم نون بگیرم بیام، بعد با دایی داوودت بریم پزشک قانونی. ماما بمیرم برای الان باید مراسم عروسیشون باشه نه مراسم عزاشون. آروم باش مادر، نکن مادرشون بمیره. خدا نکنه. سلام آبجی. سلام، بیرون بودی داداش؟ آره آبجی، دیشب تا صبح خواب به چشام نیم. شما کجا میری؟ دارم میرم نون بگیرم. این چه دسته؟ دیدم امروز همه تو مدیدیم آزمایش بدیم این رفتاری کله باشه تو گرفتار بکنیم جون بزنیتون بیاد درش رو سفر تو اتاق برد بسه چی آفی؟ من تو نمیمه مهتا حساسیت رو به این ویار داره، منم که چربی خون دارم نمیخورم. عجب خونواده یکی رو افتادیم ها، یکی به موز ویار داره، یکی با بوی کله پاچه خصومت داره، سرهنگم که با هندونه لجه، منم که رژیم افتاد چیکار کنم این رو؟ سلام نرسی خدا. سلام عزیز خانم. خوب هستین؟ به جون کلا نوایی شلوغ میشه. آجی به این کله پاچه بیزم دور. خیرشمن بدشمن اسراف حرومه، آدم برکت خدا رو که نمیریزه دور. میرم احمد آقا بخوره. اتفاقا دیشب میگم چقدر حواس کله پاچه کردم. چون نمیخواستم بگذارم مرزی خانم یه اصطلاحه دستتون در در کنی شاید به موقع خریدی. نسرین جون تا من اینو ببرم بذارم تو خونه، تو از نون سنگکی دو تا سنگکی دورو کنجد برام بخر. البته بگو خوش نکنه ها، البته شاطر عباس خودش میدونه. من میرم تافتونی سنگک نمیخوام بگیرم. نه منظورم آقا داوود بود، نه اینکه چاقه شکمش گنده است. گفتم یک کمی را بره دیگه مجبور نباشه قره کمر بیاد. داداش این ورزش جلف تو بیزه کنار، پس اون میلار گاشی کنار حیات چکار؟ خب میل بزن برو بود و تناب بزن. آبجی من توی این خونه کشتی کجم کار کنم باز یه حرفی از توش در میاد، بفهمید؟ آقای دایی دیگه نمیخواد شلوغش کنی، خودتون آقا بهرام برین آزمایش بدین بیاین دیگه. این چه حرفیه؟ شلوغی نمیشه عمه خانوم، یه چهار تا جوون باید همراهمون باشن یا نه؟ اومدین منو به خاطر سن و سالم قبول نکردن یا اصلا قبول کردن؟ عمه و دایی که فامیل درجه یک حساب نمیشن، خواهر و برادرش باید باشن جانم. ببخشید حسام و محسو که دختر خاله پسر خاله سیامکن، شما داییشونی، شما باید بری آزمایش خون بدی. البته آبجی نرسینم هست. باشه، فرق ما با هم نداریم که. سلام علیکم. سلام علیکم، احوال شما؟ امرتون. شما از بستگان آقا فرامرز آقا سیامک هستین؟ بله بله، من عمه‌شونم، ایشونم داییشونه، یعنی بعد از من داداش خدا بیامرزم. بله چی شد؟ ایشون تشریف آوردن خبر شهادتشون رو به ما بدن. فرام جا بدن کنیم به آجی بگو دریاد خبر من جا رو بودن. مگه شما تشریف نمیوردین همینا به ما بگی؟ اصلا صحبتونه دیگه، من میزنه خونه ایتا تا مبکو دلستم یه روغانی میزنستم خیلی از خبر شهادت چی میتونه آبانده باشه. آره جان بس کن تو رو خدا، ناسلامتی شما بزرگ این خانواده ای. چه بزرگی برا جان، خاک به سرم شد، کمرم دار شد، دیگه قدری برا نبوده. خوشحال حاج آقا یه کار دیگه ای با ما دارن. نه حاج آقا حقیقتش من میخواستم. سلام علیکم. سلام علیکم آجاقا، مشرفا حالتون چطوره؟ چه حالی صدا رو میبینی آجاقا؟ اولی که الان بخوایم بریم آزمایشگاه برای دامادیه پسرا، بعد بریم پسرش خانونی برای پیدا کردن پیکرش دیدش رو. منم تازه شنیدم اومده بودم یه خبری بگیرم ازشون. مگه بچه ها شهید نشدن؟ شما هم چین خبری گرفتید؟ مگه شما تشریف نیاوردین همین خبر رو به ما بدین؟ آقا من اومدم تا خودم معرفی کنم، شما یه جور گریه کردین بنده الکن شدم. من داداش ایشون معلم قرآن بچه ها بودن، میمدن قرآن بهشون یاد میدادن، دعا بهشون یاد میدادن. در واقع عربی، زبان عربی باشون کار میکردن. زبان عربی چرا حاج آقا؟
عادتا در جریان هستید برای افتتاح اون آژانس مسافرتی زیارتی توریستی که داشتن درست میکردن؟ اونه که براش خالی بستن. باز خدا رو شکر شما از طرف سازمان حج و زیارت تشنه بود. شکر. بفرمایید این علکی داشتی جو میدادی؟ کیا میان مادر جان؟ همه باید بیان. نه فقط حسام میاد. هیچ کی دیگه نمیاد. بقیه رو گفتم بمونن خونه. مهناز با اون شکماشون نمیتونن اصلا بیان. بی‌ادبی نیست بپرسم کجا دارین تشریف میبرید؟ باز آقا داریم میریم پزشک قانونی برای آزمایش DNA. اگه ایراد نداشته باشه بندم در رکابتون باشم. باز آقا قدم سنی چشم ما میزدید شما گردن و جای من حق دادید. زمو بفرم حسام باید چی داد میزنی؟ دارم میام دیگه. توی همچین موقعیت خطیری تو از آخرین نفری باشه از خونه میای بیرون. تو بعد اولین نفر تو ماشین نشسته باشی. دادم گیر منطقی تر از این نبود محمدی. آخه اول آخر نداره. حسام از الان دارم بهت میگم رفتی اونجا تو اولین نفر میدونی میری خون میدی. چش دایی جان چش. ولی من تو اینترنت خوندم واسه آزمایش DNA دقیق ترین نمونه دایی طرف اینه. دایی بیا برو خود واسه بلون. پس حاج آقا کو؟ حاج آقا من رو پیاده کردم دارم ماشین رو خواهم. دایی جان من دو ساعت بیشتر مرخصی ندارم اما بریم سری کارمون انجام بدیم برگردیم. شما بریم به همجا ما حاج آقا میریم. بفرمایید. نه دست با شما کاری ندارن. از ما میخوان آزمایش بگیرن. کی میترسه؟ آخه حاج آقا تنها بیان به خاطر ما بلند شدن تجیب آوردن این همه راه و یه خود عقل داشته باشه. سوزن که اگر ترس نمیشه. آخه آبجی مگه نمیدونی چی داره میگه؟ بیا ساعت نکرده اومد چه آجا؟ آج خانم دایی شما عنایت کنیم بریم تو بیمارستان. من کوتاه اطراف جاپار گیر میارم میام خدمتتون. بفرمایید. مگه من مرزم؟ آخه خود شما تشریف بیارید. نه من مرزم شما نمیشه. آخه درست نیستش. بفرمایید من خدا پاکی. ای بابا شرمنده شدم دایی جان. شما به حاج آقا تشریف ببرید. من ماشین رو پارک می‌کنم میام. اصلا دو ساعت وایس من. من میام. من اگه جای پارکم پیدا نکردم تو ماشین میشینم. شما راحت کارتون رو انجام بدید. برو برو برو. چه قربونه دسته تا وایسه دیگه این بار بر من بیا باش نکته تو چیز رو بذار اون فیلمه بود تو اداره سندجا از درم خیلی با نمکه نه من خیلی حرسم میده بند خدا چی باشم بیا اون بار دسته بر پایی بر من این بار میاری بقید با این دیوان نیاری یا یه لیمون میبرد دست درم حالا اینو ببین مامان چقدر هرسه آقا نگوش لباس ها چجوری روشون شد بپوشن بیا آجی حالا یه لیمون آمان برای من میاری ده بخش دیگه خجالت بگش تو باید 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 من آب بیاری من جا میشنم دیم که چه کنیم کنم از جام بیا خواهی خواهی من دیشب خواب فرامرز رو دیدم الان داره یادم میاد زنده بود؟ میگم خوابش رو دیدم منم دیدم چه جالب منم دیدم چه با هم من خواستم توی باغ سرسبز بود داداشم سیامک چی؟ سیامکم بود؟ سیامک؟ خواب تو بود؟ نمیدونم تو خواب تو بود؟ تو خواب من یکی بود پشتش بهم بود ولی فکر کنم سیامک تو خواب من با خالم چی میگی تو؟ خاله قبل از که تو به دنیا بیای مرده بود. تو کجا خاله رو میشناسی؟ با عکساشو که دیدم. عکس سیاسفید که تاره تو دیگه خاله شناس شدی. خیلی چی گیری دادی ها؟ شنیدم سیامک به یکی میگفت مامان. من نمیدونم شما چه اصلاحی دارین که بگی خواب دیدی. شد من یه بار یه کاری میکنم شما پای سر من اگه آره مام همینطور مام همینطور. اوی خب خواب دیدین دیگه مگه دست خودمون خواب دیدن. والا انگار که خواهر بزرگتر هر کاری بکنه ما حق نداریم بکنیم. همینا بگو. من الان بگم خواب مرد دیدم. تو هم بگی منم دیدم. من چه خواب مرد دیدم. یه خوک به سرم مسئول چی میگه؟ چی رنگی ها؟ الان دو هفته مونده جواب DNA بیاد الان 20 نفر رو برم داره میاره اینجا ردیف میکنه مام جا نداریم اصلا چی حال داره مهمونداری بکنه الان؟ کش؟ یه خودشو کش هیچ درش بکن الان
محسود جان سلام. نهی میرسون آقا من. سلام میرسونه نهزار. قربونه. تو خوبی؟ چه خبر؟ کاروار خوبه؟ فردا جان. آره اون آقا خوبه از بلان دارم. یعنی چی آقا؟ نظرم از شما تو نگهبان بدی. سلام آج آقا. تو خدا شما تو نگهبان به محسودی برسونی. زدن لطفار رو کردن از کار زندگی از آقا باید یه هفته تو به درمان این بلا شما ببینید جون کار کردن داره؟ ماشاءالله هزار ماشاءالله با این انرژی که شما داری یه هفته به نظر من مبالغه کردن. آقا شما که چیزی نشده ماشاءالله سر ما رو گنده می برو بابا. کی از تو نظر خواست؟ هر موقع گفتم فاکندس خودت جلو بنداز بذارم لطف پارت کنم بی فرهنگ. لا 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 میبینی اینجا همه اعصاب ندارم ولی چی بگی لطف پارت کنه. حاجا من به خاطر شما چیزی نگفتم آقا اینا میذارن شل پلش میکردن. بزرگواری میفرمایید از من رئیس کنی شما بستگان هم مرحوم هستیم؟ بله بله دکتر بفرمایید. جناب سرهنگ شوهرخوارم هستن، مادرم هستن، عمه فروغ هستن، ایشون حاج آقا استادشون هستن. خدا رو شد اگه امروز شما نمی آمدین ما مجوز دفن مرحوم رو گرفته بودیم. خودش رو دیگه داره بگه پیکره رو آوردن خیلی وقته. آقا اینه هاش اینجاست. این که مرحوم ما نیست قربان. آقا سیبیل داره آقا این. تو که قشو چه چه اینجا نشستی برو اون ور. واش تو درد سریو. از جلو چشم برو کنار میذارم نات پاره بشی ها. ماما جان خب من چیکار کنم؟ من فکر کردم خودم مریض در راستی شده رفتم اون تنش سم و اینا خب وای. آدم زنده ام. ببخشید شما برای آزمایش دی ان ای شهید سیامک سفری و کتفچی اومدین؟ کتفچی آقای دکتر کتفچی. بله بله. خب من قبلش باید یه توضیحاتی بدم خدمتتون. بله بله بود. اولا آزمایش دی ان ای باید از اقوام درجه یک شهید باشه. بله 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 میتونم. دوما من آزمایش دی ان ای از خون اگر انجام بشه هم دقیق تر هم سریع تر. بله بله میتونم. آقا ایشون دکتر خودش. من نرس هستم دکتر. بسیار. سوما سوما این بار بگیم آقای دکتر ما فامیلای درجه یک هستیم. آقا استادشون بودن. عرضی ندارم فقط پدر یا برادر ایشون بیان که آزمایش انجام بدیم. آقا سیامک پدر ما فقط منم خالشم. خدا رحمت شون کنه. حالا نگران نباشید. ببینید الان تو بعضی خانواده ها سنته یه تار مویی یه ناخونی از بچه نگه داریم. نه بابا این لوسفازی هم خلاص اون موقع که یه چیزا بود. عمه یا عموی نداره؟ عمهش به رحمت خدا رفته. عموشم خارج مثلا باش رفت آمد نداریم. کسی رو نداریم. داییش میشه دکتر داییش؟ بله داییش میشه. شما داییش هستی؟ نه من شوهر دختر خالش هستم. جناب سرهنگ خسروی هستم میشه؟ نه داماد که فامیل نمیشه. یعنی فامیل خیلی دور میشه. به همون داییش رو صدا کنید بیا. من برم دایی رو صدا کنم. نه برام که تو نرو. چرا؟ تو نمیخواد بری. الان یه قشقرقی پا میکنه. حسام تو برو. برو دایی که بعد بیا. چی داری میگی دایی احترام آقا برامو نداره میخواد احترام منو داشته باشه. الان من برم بگم سوزن چی با قفرمون آجا افتاده به جون من سیاه و کبودم کرده. یعنی من برم دنبالشون. علی زحمتی نیست دستم در نکنه. ببخشید حاجی فقط تشریف میبرید در مورد سوزن و آمپول اینا صحبت نفرمایید. این کارش کنید. بگید یه فرم ریزه بعد پر کنید. چرا؟ برای اینکه بچه بوده آمپول بهش دادن تو عضلش شکسته خرد مونده دورج. خیلی خوب. ببینم چیکار می‌کنم. دست شما آج آقا قربونه داره چایی برام خسته نباشی برام چایی برام آقا چایی که میل دارین تعارف نکن بیا چایی با هم بخوریم بیا قربونه دارم بفهم زنده باشی بنده هم بسید دست نست درد نکنه بلاش دست شما دارم من قرن نمیشم بس در درد نفعیش بیو خبیش بفهمه قربونه دارم قابلتو ندارم خیلی ممنون خدا برکت بده به سلام
شما پشخانی کار داریم؟ بله، متاسفانه یکی از اقوام تصادف کرده. تصادفشون خیلی شدید بوده، اصلا قابل تشخیص نیست. ماشینشون؟ یعنی اینقدر له شده؟ نه بابا، رانندهش. پس واسه شناسایی اومد؟ بله، 4 نفر تو ماشین بودن، 4 نفرشون هم قابل شناسایی نیست. خدا رحمت شد. باستی شما برای چی اومدی؟ منم خواهرزاده هم شهید شد. خدا بیام اونا بودش اومدن برای آزمایش دی این ای، اونا هم شناسایی نشد. بالاخره اینجور موقع های مرد باید بالا سر خانواده باشه. بله درسته. خدا بیام ازش. خدا برای هیچ کی بد نخواد. خدا برای شما رو بیام ازش. سلام علیکم. سلام آجا. سلام علیکم. دایی جان یه لحظه تشریف میاریم بریم تو. برای چی؟ کارتون داره، تشریف بیاریم. با من چی کار داره آجا؟ من چی کارم؟ مادرش هست، برادرش هست، عمش هست، من چی کارم به قضیه دایی خورده پا؟ من چی کارم؟ عنایت کنین، تشریف بیارین. دکتر میخواد تو کلون باهاتون صحبت کنه. بفرمایید. حاج آقا دکتر هر امری دارم بیان همینجا بگم، من میشنوم. من داخل نمیام. هر چی میخوام بگم بیان اینجا بگم. دایی جان التفات بفرمایید، اینجور که خارزادتون گفتن چند تا فرم پر کنیم. حاج آقا درد تو سرم، هر فرمی هست بگیم بیارن همینجا، من پر میکنم. چرس کنم شما در رابطه با آقا سیامک؟ حاج آقا ببخشید، من نمیدونم شما چرا یه کار ساده رو اینقدر سختش میکنید. اینا مگه هر 6 تا نیستن؟ بله. خب این یکی فرامرز نه تموم شد، پیدا شد، درسته؟ میمونن 5 تا خانواده این 4 تا میان شناساییشون میکنن. کاری داره هی دی پی چونین اینقدر بگیر و باگیر و آگیر و باگیر نداری که حاج آقا قربونت برم، چرا کار راحت اینقدر سختش میکنید؟ خدا رفتگان تیم دیگه لالا میبینید یه کار ساده رو این اینی پیچونن لغمه رو که دیگه اینجوری نمیدونن تو درنش کاری در آخر. خب با اجازتون ما مرخص شد. به سلامت، قربانش. من فکر کنم حاج آقا هم نتونه دایی رو راضی کنه. من برم صحبت کنم با دایی. نه آقا برام اگه کم مونده رو تو دو رو تو روش رو تو رو تو رو روش تو روم باز بود. بله همون از آقا دست در نکنه دختم رو بود بلند شو ببینم تا بچه میبینی ولو میشه روش. بلند شو هستی نگه نخواه بده میگم بلند شو. آجا قاما پس تابوت کو نمیشه مرد گندر خیرکش کنی و بگیریم آمپول بزنیم بشه و خون بگیریم از در سوزنی جا گذاشت الان باید یه جواب پس بده. او بهرام جون اون مال چند سال پیش بود، 4-5 سالش بود، همه از کجا اونو پیدا کنی؟ چی شد حاج آقا؟ چه نهی بردیش؟ سرس کنم حاج خانم، آقا برام هرچی کشتیارشون شدن فایده نداشت، به هیچ صراطی مستقیم نبود. فکر کنم فهمیدن که صحبت سوزن و سرنگ و این چیزا هست. ای بی خود مرکم بده، بچه من دیگه شدن صحبت. اون از اینجا به سوزن میدهد و الان میدم به حسابش. باز کنم که از تو خیلی بفرم. آج آقا براشو دقیقا چی به دایی گفتین که نیومد؟ چون اگه فرم پر کردن باشه 100% میاد. احساس میکنم که یه اشارهی به واقعا تو فامیل از دایی مزدودن ندیم. دایی این مرغ میبونه، هم تو عزا سرشو میبرن هم تو عروسی، هیچ فرقی هم برشو نمیکنه. فکر کنم ضرور مسئلتون خیلی بیرفت بشه. چرا بیرفت بشه؟ شما یه لحظه دقت کن، وقتی بحث جراحی و اهدای عضو و این حرفا پیش بیاد، دایی میشه بزرگ فامیل، نور چش فامیل. حالا پس فردا این طرف بخواد زن بگیره یا شوهر کنه، کافیه دایی بدبخت مخالف باشه، صدای همه در میاد دایی مخالفت کرده. دایی چه کار است که مخالفت کرده؟ مردم چه رویی دارن؟ مگه دایی هم باید نظر بده؟ قبول دارین یا نه؟ فکر کنم منظورتون این ضرب المثل باشه. به شترمرغ میگی بار ببر، میگه مرغم. میگی پرواز کن، میگه شترم. نه فکر نمی‌کنم اصلا ربطی نداره. من اصلا به ضرب المثل کاری ندارم. میخوام ببینم شما اصل حرفو برا قبول دارین یا نه. نه. ببینید بحث پیشگی با بحث اجتماعی خیلی فرق می‌کنه. یه مقوله علمی ثابت شده است. ولی اون بستگی به روابط فامیلی و خیلی چیزا دیگه داره. یعنی شما الان می‌فرمایید که تو بحث آزمایش دی ان ای دایی فامیل درجه یک محسوب میشه؟ بله. ببخشید من هیچ حرفی با شما ندارم. خیلی متاسفم تو زمینه‌ای که تخصص نداری اظهار فرض می‌کنی. چرا ما مردم اینجوری شدیم؟ اصلاً می‌کنم من خودم پزشکم. بیا عذر بدتر از گناه. حالا اسم تخصص پیش اومد، ایشون شد آخر تخصص. شک ندارم اگر صحبت ماشین بود این آقا میگفت من چهارا بالای تعیین کای مجاز دارم.
چی برادر من، اینم کارت رضا پزشکی من. بفهمید؟ دوزه شهرونده شما که خود متوجه هستی من بحثم کلیه، من به شخص شما نمیگم، شما که وجهه هستید و پیدا کنید، من به طور کلی صحبت میکنم. آدم ها هر کی تو هر زمینه میخواد اظهار نظر کنه، یه چیزی بگه و فلانی نبا، شما که کاملا مشخصه. دکتر من خیلی عذر میخوام، حالا که سعادت نصیب بنده شده در حضورتون باشم، ببخشید مصدق اوقاتتون میشم. خواستم سوال کنم تو آزمایش دی ان ای دایی که همچی فامیل درجه یک محسوب نمیشه؟ بله محسوب میشم. چه جالب، من سال همش پیش خودم فکر میکردم تا وقتی مادر، خواهر، برادر متوفا حضور دارن دایی همچی نقص چندانی نمیشه. البته وقتی پدر، مادر، برادر، خواهر باشن حضور دایی الزام نیست. ببخشید دومان آخرین سوال از معذرت دکتر یه سر چه شب ببخشید، برای آزمایش دی ان ای گرفتن خون و آزمایش خونه اینا الزامیه یا راهکارهای دیگه هم هست برای این قضیه؟ فقط خون نیست، میتونه نمونه ناخون روی سر یا حتی بزاق دهان هم باشه، البته خون دقیق‌تر و سریع‌تر. حالا اونا رو بذاریم به کنار، ولی با خونم با اونا انجام میشه. خب چه جالب، ببینم داوود تو خجالت نمیکشی؟ تفکر کسی رو نداره، هی علی اطفال خودت در میری ببینید آب کیه؟ من قربونت برم، درد تو سرم، من چند اطفایی در بردم. یه لحظه ایزه بدین، جناب آقای دکتر در حضور ایشون فرمودن وقتی مادر، خواهر، برادر متوفا حضور دارن دایی نمیتونه نقش چندانی داشته باشه. آخون غیر از من و تو کسی دیگه داره؟ پدر داره، مادر داره، خواهر داره، برادر داره، چه اینجوری میکنی آقای دکتر؟ تو که نسخه مینویسی غیر از پدر و مادر نداشته باشه من دایی بهش برسیم؟ اتفاقا تو این شرایط دایی بهترین نمونه های آزمایش. ببینیم پس من این کارتو داشته باشم؟ باید داره داشته باشم. به جان خودم اینا شهید نشدن، شهادت لیاقت میخواد، شهید باید یه عجل قلبی داشته باشه، این دوتا ندارن. دایی به خاطر یه سوزن و دو سیسی خون آخه اونها رو داره میکنه توی لجن؟ من میگم اگه فرامرز شناسایی بشه اون یکی هم پیدا میشه، این دوتا این گیلاس به هم چسبیدن. آقای دایی زشته، یه آزمایش خونه دیگه. دایی جان با این سن و سال تشت میاریم بیرون، خونتون رو بدید برید. حاج آقا احترام شما واجبه، یه نظر ببینید. آقای دکتر من اساسا بحثم یه چیز دیگه است، من اینطوری که شنیدم برای آزمایش دی ان ای غیر از خون دادن راههای دیگه هم هست، مثل توف، مثل مو. اصلا میخوای من سیبیرم بچنم بدم خدمتون؟ یا اصلا میخوای من برم موامو از تحت بتراشم بیارم حضورتون هر آزمایشی که میدنید روش انجام بدین؟ شما تشریف نداشتین، من همه این توضیحات رو خدمت دوستان ارائه کردم. ببینید منم میدونم آزمایش دی ان ای راه های مختلفی داره، اما دقیق ترینش و سریع ترینش همین خونه. آقای دکتر سرعتش برای ما مهم نیست، حالا دو روز این برامور فرقی تو عرض ماجرا نمیکنه. دقتش هم که اون وقتی فرامرز پیدا بشه معلومه اون بغلی سیامکی دیگه قربونه برم. دایی جان من فقط دو ساعت مرخصی گرفتم، یک ساعتشو داریم برای سوزن شما چونه میزنیم. یه بیرون داوود خجالت بکش، یه بیرون دیگه. یک بار برای همیشه این قضیه رو از ذهنتون پاک کنید، تموم شه بره پیکارش. آخه بهرام جان قربونت برم سوزن که پشت شما نشکسته، شما نمیدونی که من چی کشیدم لحظه نچایی که هم در میاد. ببینم خالم زیامن ایش کسو نمیدونی باده باشه آبجی باشه درد تو سرم باده چش شما از دقن با خرمه خانوم از اینجا بری بیرون، من راحت ترخون بدم. آماده بشو خوب بده با از اینجا که سهله از تیرون بیدیم بیرون شش بیدیم دوتا من چی کامل بکنم بفهم بیا اینجا داری بیا بفهم. دایی جان اومدی که خون بدی، نیومدی که تزریق کنی. دایی جان خون تموم شد؟ نه اصلا شروع نشد. آخه اینجوری ما از کجای شما خون بگیریم؟ پاش بشینید قشنگ. برو 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 برو
حالا اینو بده بالا، آسینه تو بده بالا. حالا بعد دست به منو بگیر. الان بزن یواش، فقط قول داری. بله. بچا تو خدا دعا کن. حالا تو یواش. یواش تو تو یواش. بچا ما چه نفس داشت؟ چه نفس؟ چه نفس بابا؟ داری تمرکز برای چی؟ بودش کن بهونه دستش نره، تازه رازیش کردم. فقط یه باش را باش بده چی؟ قول ندی شما حاجه باش بخواه آقا برای مواده باید 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 خیلی یه باش را بزن اول الکول بزن اول الکول آنه باید جناب یه باش یه باش تو یه باش تو تو جای مادر یه برام شما بگیم وقتی چطوره؟ چیزی نیست بابا، شرمنده شده بابا عمدی که نب... آقا تابلوه دیگه درد داره خجالت چیزو میکشم شما خب من نمیدونم دایی، خب لبه تخت و فشار میده، لبه تخت میشکسته و دست آقا برام برای چی کنده؟ الان به محصه جام چی بده؟ تو نمیتونی یه دقیقه حرف نزنی، ما ببینیم ساکته تو چه شکلیه. برام جایی من بخواب تو سر این بذارم شما مانه بشه شلوغش نکنیم بابا، رفتیم خونه بهرام جان دو تا زرده تفنگ و زردچوبه و روغن هیدونی و یه پول آرت میتنم خوب میشه. زن داداش مگه میخوای اشکنه درست کنی؟ اینا قدیم مرسوم بود، الان اینا نیست، دستشون میبرداشته باید گچ بشه. ما از قدیم و ندیم تمام کج و کلگی بچه‌مون هم جوری درست میکردیم. حالا یه حالا بگذاریم اصلا کوتا بیاد این مراسم این بچه‌ها رو چجوری میخوایم برگزار کنیم؟ وای بمیرم الان حاج آقا جزارت آقا، منو ده دقیقه نیست یه گانو خون دادم، اون وقت شما الان صحبت مراسم و این حرفا رو کنی؟ دایی واحد خون گالون نیستش، سیسیه. یه قطره خون دادی چرا ارزش بچه ها رو میره پایین؟ بالاخره توی شیش نفر دو نفره که سیامک و فرامرز هستن دیگه. بازی هست تو چرا اینقدر نمیفهمی؟ تو چرا اینقدر شعور نداری که من دارم آبجی رو آروم میکنم؟ وگرنه من خودم زودتر از همه فهمیدم شهید از شهید شدن. مرتبه باید بپذیره ماجرا رو، یه روز دیگه که جواب آزمایش بیاد دیگه تا بده. ماشین رو بردن، ماشین نداشتی که؟ بابا ماشین حاج آقا رو بردن. هی من میگم بذاری من تو ماشین بمونم، ماشین رو بپام، یعنی من خیرکش میکنی و همی داری میبری تو. حالا جواب بدید بفهم و برنام جان، تو روز روشن میان ماشین رو میبرن، من نمیدونم نیرو انتظامی وزیفه چیه. آقا مهم نیست، مهم نیست، مال دنیاست دیگه، ارزشی نداره چی لباس اسمت هم بوده. اجازه بفرمایید شما ماشین حاج آقا رو کجا پارک کردین؟ همینجا جای این آمبولانسه. اینجا؟ بله زیر اون تابلوی ویژه آمبولانس. بعد میخوای نبرن ماشینو واسه چی جو میرین الکی؟ آخه تابلو رو بچه رو اونجا گذاشتن. کجا رو بس گذاشتن؟ گذاشتن وسط خیابون، جایی ولی داره گوشه خیابون دیگه. تو حرف نزن، تو حرف نزن. آج آقا اشکال نداره، شما بیاین من میرسونمتون تو ماشین، زنگ میزنم ببینم تو کدوم پارکینگ بردن ماشین. عنایت بفرمایید سویچ شما لاز کنی به من، ببینید بپرسید ببینید پارکینگی که نزدیک به اینجاست میبرم ماشینا رو راهنمای رانندگی کجاست خودم میرم. نه حاج آقا داوود مقصر بهرام جان زحمت میشه شما رو میرسونه. بریم بریم بریم. یه لحظه واسه یه لحظه راهش بسینم. الان یکی دو تا سه تا چهار تا پنج شش نفرین، خب من و مامان و عمه فرو عقب میشینیم، حاج آقا جلو، آقا برام که پشت فرمونه دیگه، درسته؟ ببینید یه فکر بهتری دارم، دایی و مامان و عمه فرو عقب میشینن، حاج آقا هم جلو میشینه، شما هم که پشت فرمونی آقا برام، خودم که یه جوری به خودم میرسونم دیگه. میرسونه بریم 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 بریم. الو قاضی سلام. قاضی الان یه آدرس بهت میدم، سری بلند شو بیا اینجا، یه خبری از سیامک و فرامرز دادن، الان لوکیشن بهت میدم. چطور حرف زدنه؟ درست حرف بزن. الو الو